خسته نباشین. شگوفه حسنی هستم. در 39مین جلسه ما در مضمون سیستم عامل لینوکس. قبل از اینکه روی جلسه فعلی ما بس کنیم، ما شما در جلسه 38م روی اجازه های استندرد صحبت کرده بودیم. گفته بودیم که در اجازه استندرد ما میتونیم برای فایل ها اجازه خواندن، نوشتن و تغییر آوردن یا اکزیکیوت را بتیم که رید رایت و اکزیکیوت بود. بعدش هم گفتیم که کمانده که ما را کمک میکنه که این اجازه ها را بتیم کمانده chmod است و رفرنس ها را دیدیم که در رفرنس ها گفتیم که ما برای سه کتگوری از افرادی که ما اجازه ها را میتیم که عبارت از یوزر هستن، گروپ هستن و ادرس یا دیگران هستن، امی سه نوع اجازه ما برای این سه کتگوری از افراد در یک فایل یا دایرکتوری ما ست میکنیم و به خاطر ازو از کمند سی جمود کار میگیریم و در پهلوش هم روی رفرنس ها بس کردیم که در رفرنس ها به این معنا که وقتی که ما اجازه ها را ست میکنیم ما مستقیم نوشته نمیکنیم که یوزر، یوزر را به یو نشان میتیم، گروپ را به جی نشان میتیم و ادرس را به او نشان میتیم. دیگه روی آپریتر ها گپ زدیم که اگر ما بخوایم که برای یکی از این کتگوری افراد اجازه ست کنیم از علامه مثبت کار میگیریم و اگر اجازه را بگیریم از علامه منفی کار میگیریم و در پهلویش گفتیم که اگر علامه مساوی هم میتونه که اجازه ها را بده، حرف ای به این معنا که آل است میتونیم یا حرف تنها مثبت بعدش اجازه ها را نوشته کنیم. این دو دانه به این معناست که اونمو اجازه را که ما تعیین میکنیم هم برای گروپ هم برای یوزر و هم برای دیگران ست میشه. رسیده بودیم در بخش مثال های پرکتیکل ما که ما چند مثال از بخش اجازه ها را کار کنیم و جلسه امروز ما هم موضوعش روی اجازه های استاندارد است، فقط با مثال هاش نمیشیم، در هر مثال اجازه های مختلف را ست میکنیم، بعدش هم باز میریم یک بار تست میکنیم که امی اجازه را که دادیم درست است یا نه. در اولین مثال ما اجازه اکزیکیوت است که اکزیکیوت را برای یوزر میتیم، برای یوزر اجازه اکزیکیوت میتیم، برای دیگر را هیچ اجازه نمیتیم. که پیش از اینکه بریم اول به ترمینال ما و بعدش هم ببینیم که کدام فایل ها را داریم. یک فایل را اجازه هایش را مکمل خالی میکنیم، کنترل شیفت یس پلاس، کنترل شیفت پلاس ترمینال اکلان میکنیم. بیاین اول یک فایل بسازیم، گرچه اینجا فایل های دیگه هم هستم، برای هر کدام از اجازه هایی از قبل تعیین شده وجود دارم. یک فایل جدید میسازیم و روی اون فایل باز کارهای امروز خواهد انجام میدیم. خب فایل بسازیم با استفاده از کد به نام پرمیشن، اگر بتون بسیار طولانی میشه به نام پرمیتیم سیز. اوکی، این هم سطرهایش و سیف میکنم. حالا ما فایل ما ساخته شده لیست میکنم به نام چی ساختیم؟ به نام پر یا پرمیشن. اوکی، میبینم که اجازه ها و اونرشیب از این فایل چی است. ls space minus g li minus li per. خب در اینجا میبینیم اجازه که برش تعیین شده فایل ما از نوع نارمال فایل است، برای یوزر read, write و execute نیست، صفر است. برای گروپ read و write برای زی هم execute نیست و برای others ببینید فقط read است که تنها خوانده بتانه و راید و اکزیکیوت تغییر آوردن اجرا کردنش صفر است، یعنی خط امی خطا به من نیزیست که نداره. یک لینک داره، اونر از هم عبدالله است، یوزر اونرش و گروه اونرش هم عبدالله است. این هم تاریخش، ساعتی که ایجاد شده و این هم
نام فایل ما که برام پرمیشنز. بیاین پیش از اینکه روی ازی اجازه را اپلای کنیم میره تست کنیم، یا که یک بار اجازه را روی اپلای کنیم باش تست کنیم. اول همین اجازه های ازی میره صفر میسازم. خب نیاز نیست که شما با این کماند فکر کنیم که ما چی را اینجا نوشته کردیم، این بعدش روش بس میکنیم. اما ما باید اجازه های ازی را همش از صفر بسازم که باز بتونم روش دیگه اجازه ها را تطبیق. خب پس اول مشتبه دارم، آله اجازه ازی فایل صفر شد. نام فایل ما چی بودک؟ پرمیژن. آله میبینیم ls space minus align و per. ببینیم ده کرکتر خالی داریم که هیچ اجازه روی ازی ست نشده. در اولین مثال ما اجازه اگزیکیوت را داده برای یوزر و دیگر را هیچ اجازه نداره. ما چی نوشته میکنیم؟ سودو، یعنی بر ما اجازه روت بده با استفاده از سودو ch mode یا change mode، از change mode گرفته شده که همون کماند است که اجازه را تعیین میکنیم. ch mode u یعنی user plus جمع x، x به معنی چی بود؟ execute بود نه؟ r داشتیم، w داشتیم، x داشتیم. r ما read، w ما write، x ما execute. خب حالا ما ورزی چی گفتم؟ گفتم سیج مود یوزر پلاس اکس در کنان فایل در فایل پرمیشن. برای یوزر اجازه اکس بده، انتر میکنم، میگه که امی کار شد. چطور بفهمیم که شد؟ ls minus li کنان فایل فایل پر. حالا ببینین، خب این ده کرکتر فیلی ما که در اینجا یک اکس اضافه شده، سه کرکتر یوزر اگر من جدا کنم رید، رایت و اکسیکیوت. رید و رایت خالی است، اکسیکیوت گرفته مطابقی شیست خالی است. و در اینجا ببینید که قبلا اجازه نداشت مکمل خالی بود. خب بخاطر که اجازه اجرایوی یا اکسیکیوت داریم، رنگ فایل هم تغییر میکنه و سبز. حالا این اجازه رو ما در حقیقت برای کی دادیم؟ اکس ما برای عبدالله دادیم که یوزر اونرش است. اگر برای گروپ بدیم باز هم برای عبدالله میتیم که گروپ اونرش است. اگر برای ادرس میتیم بازو کسایی هستن که ما خود ما در سیستم دیگه یوزرها داریم که از این فایل بخواین استفاده کنن. اما ما میتونم که اونرشی به هم تغییر بدم نه؟ اینو قبلا خوانده بودیم، میشه که به جای گروپ عبدالله ما گروپ دیگه اونرش بسازم. خب فعلا بریم یک بار تست کنیم که برای کی اکزیکیوت داریم؟ برای یوزر عبدالله. عبدالله بتونه این فایل را اجرا کنه. چون که فایل اجرایوی نیست، اسکریپت نیست دیگه کی را اجرا کنه، اما داشت تغییر آوردم، میتونه بیاین که وی آی ام کنیم. تغییر هم دیگه در رایت میشه و فایل هم کنم فایل اجرایی نیست. باشه این را تست نمیکنم، باز اگر اجازه رایت دادم او را تست میکنم که این کار میشه نه. در مثال بعدیش گفته برای همه اجازه رایت داده شد. خب روی ازمی اپلای میکنیم این دفعه ممسودو سیج مود. بعدش گفته ای را به معنی چی گفته بودیم؟ آل یعنی یوزر گروپ و ادرس جمع یا پلاس چی؟ پلاس دبلیو. برای همه که اجازه W یا رایت داده شد در کدام فایل؟ در فایل پر میگدن ls space minus minus li کدام فایل؟ فایل پر. حالا ببینین اجازه X قبلا در بالا ما داده بودم، در پالیش چی اضافه شد؟ برای گروپ، برای یوزر اجازه رایت، برای گروپ اجازه رایت، برای ادرس هم اجازه رایت. یعنی گروپ، یوزر و دیگران میتونه که فایل را تغییر بدن. کی را تست کنیم؟ یوزر اونرش کیست؟ عبدالله است. عبدالله باید بتونه این را وی آیم کنه. میبینیم یک کنه وی آیم داد تینی و کدام فایل؟ فایل پر. و اسکیپ شیفت زد
رید اون لیست میگه این فایل رو شما تغییر داده نمیدادیم. خب از اینجا ما باید برایم، باز دوباره میرم به ترمینال ببینم که مشکل در کجاست، آیا تغییر داده میدادم یا نمیدادم. کنترل شیفت پلاس. خب نام الیس ماینس الای کدام فایل بود؟ فایل پر رایت رایت و رایت. خب بریم مثال بعدی رو کار میکنیم، باز در اخیر روی یک مثال چندین گزینه رو کار میکنیم، باز رو تست میکنیم، چون برای تست کردن باز نیاز به ایجاد یوزر و گروپ و کارهای دیگه میشه. در مثال سوم میریم. در این مثال برای همه اجازه اکزیکیوت داده شده ضرور نیست که حتماً ای را تایپ کنید. اکزیکیوت یک بار دادیم، باز من میرم امی اجازه ها رو چی میکنم؟ صفر میکنم. از کنم فایل فایل پرمیر ls space minus li کدام پرمیرم. اوکی بازم کنش را صفر کردم. این دفعه میرم برای برای همگی اجازه اکزیکیوت، مثلا در این مثال به همه اجازه اکزیکیوت داده شده است، برای همگی اجازه اکزیکیوت میرم sudo chmod. ببینید یکی خوب به این شکل داشتم، بیشتر A plus W گرفته بودم، نه all برای all W داده شد. در اول گفتم که میشه که من A را هم تایپ نکنم، فقط چی بانم؟ plus بانم، plus X. plus X که میگیرم او طرف plus من چیز رو مشخص نکردیم، نه که برای یوزر گروپ یا برای درس. plus که دادم به این معنی که برای همگی است، برای همگی کدام اجازه داده شد؟ برای همگی اجازه اکزیکیوت داده شد. در کدام فایل؟ در فایل پرمیشن. خب میگه شد ls minus li پر. میبینیم برای همگی اجازه چی داده شد؟ اجازه اکزیکیوت. خب میرم یک بار دیگه کماند قبلی من میارم، باز اجازه ها را پاک میکنم، مثال دیگه تطبیق کنیم. خب مثال بعدی ما چی گفته؟ گفته در این مثال با استفاده کننده دو اجازه خواندن و تغییر دادن داده شده است. دقت کنید که بکارگیری مساوی باعث از بین رفتن حق دسترسی های قبلی میشد، در حالی که مثبت و منفی مجوزها را فقط اضافه و حذف میکند. اوکی خوب که بس تا فعلا مثال های سه مثال رو کار کردیم، برای گروه، برای یوزر و برای ادرس فقط اجازه یک اجازه دادیم، نه یک دفعه آل دادیم، یک دفعه جدا برای یوزر دادیم. حالا چه کار میکنیم؟ برای از اینا دو اجازه تعیین میکنیم. مثلا در اینجا گفته برای استفاده کننده هم اجازه خواندن میدیم و هم اجازه نوشتن میدیم. اگر دو اجازه تعیین کنیم چطور میم؟ میم سودو chmod equal مساوی رو گفته بودیم، نه؟ گفته بودیم که هم به خاطر اجازه دادن است، مثبت هم. فرقشان با این است که مثبت فقط یک اجازه را اضافه میکنه و منفی یک اجازه را میگیره. اما مساوی چی است؟ وقتی که با استفاده از علامه مساوی برای یوزر، گروپ یا ادرس ما اجازه میتیم، اجازه قبلیش هر چی که بوده او پاک میشه و امی چیزی که نمیتیم ای اضافه میشه. اما مثبت اگه بود در پالیش اضافه میکنه اجازه دیگر، فرق نداره، نه؟ میم sudo chmod user equal با کدام دو اجازه برش گفتیم میدیم؟ read و write. در کدام فایل؟ در فایل به نام پر بود، نه؟ اوکی میگه دن ls space minus li کدام فایل؟ فایل پر میشن. چی دادیم برای یوزر؟ اجازه read و write دادیم.
و اگر فول پرمیشن بتیم بازی میتونه که تغییر بیاره. پیشتر ویایب کرده بودم تغییر دادن نتونستم به دلیل که برش اجازه فول ندادم اکزیکیوت، رید و رایت. بعدش باز که دادیم ما این را تست میکنیم. خب مثال دیگه ما که چندین اجازه را برای همگی همزمان ست میکنیم این را در جلسه بعدی کار میکنیم. ادامه جلسه را باز در جلسه بعدی ادامه میتیم. برفعلا تشکر.